سرخطی خبرها سفر پریزیدنت امام علی رحمان به بلاروس ثبت حتمی ایمی در تاجیکستان مشتریان را با مشکل روبرو کرده است کلین و خوشدامن نوار جنجال برانگیز را شرح دادند سلام بیننده های عزیز امیدوارم خوبید و همین لحظه ها نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 23 نوامبر است. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با سفری کاری و جهت شرکت در جلسه سران کشورهای عضو سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی به شهر مینسک بلاروس سفر کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان خبر داد که پرزیدنت امام علی رحمان با همتای خود الکساندر لوکاشنکا ملاقات کرده است. قبل از سفرش به مینسک امام علی رحمان با روسیه رفته بود و در آنجا با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دیدار و ملاقات داشت. سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی یک سازمان نظامی زیر نفوذ مسکو است که به جز از روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان اعضای آن هستند. این سازمان را همیشه برای ناتوانی پیشگیری از مناقشه بین اعضای خود و حمایت منافع آنها تنقید میکنند. موج تنقیدها بخصوص زمان درگیری بین تاجیکستان و قرغیزستان و مناقشه های بین آذربایجان و ارمنستان مشاهده می شود. نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان برها از کاری سپت ناروزگی کرده است. در تاجیکستان منع استفاده تلفن های هوشمند یا گجت هایی که در مخزن یگانه رمز های ایمیل ثبت نشدند آغاز شده است. خدمات علاقه تاجیکستان در خبرنامه گفته است صاحبان تلفن های غیر قانونی یعنی آنهایی که تلفن های هوشمند یا گجت های دیگر خود را در مخزن یگانه رمز های ایمیل به قید نگذاشتند از خدمت رسانی علاقه استفاده برده نمی توانند. اگر شهروند تاجیکستان از کشور دیگر تلفن خریده باشد آنگاه دو راه امکان پذیر بوده است. یکم این است که فوراً پس از وارد شوی از خارجه با پر کردن اعلامیه در دیدبانگاه گمرکی آن را به رسمیت گمرکی درآورد. راه دویم این است که ایمیل را پولکی دوام 30 روز از لحظه بازگشت به خید گیرد. ثبت ایمیل در تاجیکستان تابستان امسال حتمی شد تا این دم اختیاری بود. مقامات این اقدام را با تامین امنیت و پیشگیری از قاچاق تلفن و پلانشت ها پیوند دادند. بعضی از متخصصان میگن این اقدام برای یافتن دستگاه های گم شده یا ربوده شده مدد خواهد کرد. با اطلاع خدمات گمرک سال 2022 به تاجیکستان بیش از 64 هزار دستگاه موبیلی وارد شده است. در حالی که سالانه به تقریبا نیم میلیون دستگاه احتیاج بوده است. مدل تاجیک مریم شراپوا در آزمون مدل ها در فستیوال بیوتی اینترنشنال 2023 که میانه های ماه اکتبر سال جاری در کشتی استوریا گراند دایر گردید بهترین دانسته شد. در فستیوال طراحانی معروف هنرمندان و کارمندان ورزیده ساحه مد اینچنین مدل ها از کشورهای گوناگون شرکت ورزیدند. در این آزمون مریم مجموعه لباس های طراح معروف تاجیک امید کوچکالیف را معرفی کرد. بجز سر و پای تاجیکانه او همچنین مجموعه لباس های اسپانی را هم در این آزمون نشان داد. این زیبا صنم تاجیک گفته است هر یک غلبه برای او درهای دیگر را به امکانات های نو باز میکند. اما در جامعه سنتی مثل تاجیکستان نه هر مرد راضی می شود همسر یا دخترش در چنین آزمون های زیبایی شرکت کنند. ما نیز از ساکنان در کوچه های دوشنبه پرسیدیم که اگر دختر یا همسر شما در آزمون ملکه زیبایی اشتراک کند چی می گوید؟ это надо у мужа спросить. Я ни при чем. Муж как скажет, так и будет. Но мне тоже не нравится. Это зачем? Звездой станет, когда вырастет, когда себя покажет. Манзит не стан. Бигзор, чизеки дар. Дилаш орду дошта бошат, бигзор амаликунат, бигзор нахшофара. Бигзор да вай кунат, ширкат варда дар, як он вар. Через них, через эти конкурсы, через наших девушек, через наш народ мир будет знать, кто такие таджики. А это действительно великий народ. با فکرم ایده خوب اگر همین направлені کتی اگر دوست داشته باشد می خواهد خودش را همین направлені کتی پیش برد با فکرم خراش ایده خراش می آزمونی مثلا خوانند دانش پیدا کنند دانش جو هنر آموزند نرد می شود براو مراما یه چی دوگی دیمکراتیا دوگی اوزودی
شکر میکنن کدام دینا یه هانا خای اکا اون دوستا یا بور زندگی دامده یا بور میروا چه خیلی میپرسه زندگی کنن هوای دناز باشه مو دناز همون شما زیبایی کردن گیریم کنکرسی در کوه و مهنتی آدم البته روزگی میدیم زمانه همی رو تقاضا میکند بگذار آزاد باشد من فکر میکنم که این عقیده ها کاملا کهنه شده گیه حاضر بهترش با لباس های ملی زیبنده اگر خود را آرا و تارا دیند و فکرم این با زیباتر میشده ضرور باشد روا باشد گفته نه خیلی من پروتیف من менталитет Таджикистана у России другая. Ну, Россия уже понятно, это уже другая. А у Таджикистана это немножко отличается, конечно, уже большая разница. Ну, я против, если честно. А вал Розибдан узнали? Тогда он вахт Розибдан. Ва, да, в Рой Мактаби. А с куда кей Розибдан тозир? Не. Я го боргу в те, да, Михель, савол дуде? Бале. Мадилер, Мадалимдан, на кей узнали. Келин Хуждомане, ки видеои джанджолу за нозанияшон ахиран ба интернет роҳ ёфт ва чанд рӯз боз як мавзӯи вирди забони мардум шуд, рӯзи 22 ноябри соли ҷорӣ дар як видеои муштараки нав гуфтанд, ки он джанджоли онҳо кӯҳна буд ва ҳоло ҳарду оштӣ шуданд ва дар канори ҳам бо ҳамдигар фаҳмӣ зиндагӣ доранд. Келини хонавода гуфт, ки он видеоро дар сари қаҳр ҳангоми джанджолашон 1.5 сол пеш сабт карда буд ва мақсади дар интернет пан карданашро надошт. Хуждомани ӯ дар ин видео нақл кард, ки дар ҳақиқат вақте ки келинаш ба ӯ ҳарфҳои сахт зад, бо ӯ ҷанҷол карда буд. Дар видеое, ки нашр шуд, дида мешуд, ки келине, ки рӯи худаш наменамояд, хушдоманашро бо телефон ба навор гирифта, ӯро гунаҳгор мекунад, ки бо чӯб латукуб кардааст. Феълан дурустии ҳарфҳои келину хушдоман аз манобеи мустақил имконпазир нест. Мақомот низ дар ин бора чизе нагуфтанд. Дар Тоҷикистон хушунати хонаводагӣ ё ҷанҷоли келину хушдоман як масъалаи доғ боқӣ мемонад, ё гоҳи ҳатто бо марг ё худкушӣ меанҷомад. Бахши як рӯзи таърих тақдиматон мешавад, ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 23 ноябрро фаро мегирад. سیومی نویبر سال 1930 با قرار کمیته مرکزی اجرایی تاجکستان شوروی در جنوب جمهوری ناحیه های کلاب، فرخار، مومین آباد و در شمال ناحیه های عینی و پنجکین تأسیس شدند. ناحیه های جنوبی در مرز تاجکستان با افغانستان جایگیر بوده به حدود های معموری ولایت امروزه ختلان و عینی و پنجکین به ولایت سوخت شامل شده پنجکین نزدیک به مرز ازبکستان جایگیر می باشد. در اوج بحران زندان‌های تاجیکستان و بعد آشوب پرقربانی در محبس خوجند 23 نوامبر سال 2018 منصور عمرف رئیس نظام زندان‌های تاجیکستان تعیین شد رهبری سابقه‌دار پیشین این ساختار برای وجود مشکلاتی مثل شکنجه و بدرفتاری و پایمالشوی حقوق زندانی‌ها انتقاد می‌شد منتقدان گفتند با وجود نو شدن رهبر در کار زندان‌های تاجیکستان که بعد سال 2015 با زندانی‌های سیاسی پر شدند اصلاحات بنیادی برای برطرف شدن شکنجه و بدرفتاری زندانی ها انجام نشد. 23 نوامبر سال 1924 زادروز ادبیات‌شناس معروف تاجیک صاحب تبرف است که برای تحقیق و شناختن بهتری آثار ادیبان معاصر و کلاسیکی تاجیکستان و جهان مثل صدرالدین عینی و پیرو سلیمانی، استروفسکی و سالتیکوف شیدرین کاری زیاده انجام داده است و یکی از منقدانی پرکار بوده بارها با ادیبانی گوناگون وارد بحث‌های اصولی شده است و با این در رشد ادبیات سهم گرفته است برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی 91 سال عمر دید صبح امروز 1000 روبل با 124 سومونی و 20 دیرم برابر شد. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به تغییر 1095 سومونی و 100 یورو به 1198 سومونی عوض می شود. بیننده های عزیز شما هم به ما نظر و پیشنهاد خود را نویسید. ویدیو و عکس فرستید تا فردا خدا نگهدار.